صبحتان بخیر، باز هم ادامه برنامه هست و سپاس از اینکه تا این دم ما همراه بودین. خوشبختانه حالا هم مهماندار هستیم با جناب امید نادری، عضو رهبری مشعلداران اجده سنبله، و در مورد روزهای مناسبتی و شیوه تجلیل از آن بیشتر صحبت ها را با جناب نادری می داشته باشیم. پس شما هم تا پایان این بخش ما را همراه باشین. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام صبح. علیکم سلام. به نام یاد خدا سلام تقدیم شما، سلام تقدیم بینندگان عزیز تلویزیون خورشید که اینکنون ما را از صفحات و پرده های تلویزیونشان تماشا میکنند. خدا کنه که صبح به خیر و به خوبی آغاز کرده باشه. ممنونتون آقای نادری. بیشتر صحبت ها در مورد البته تجلیل از روزهای مناسبتی و شویان که چگونه باید تجلیل شوه و کدام شیوه ها، این خیلی مهم است. ای که حالا با بعض موترهای رنگ شده یا هم سر صداهای زیاد و کامل نظم و دیسپلین شهر برهم زدن، آیا این هم شد تجلیل؟ بیشتر از شما میشنویم. در قدم نخست باید بفهمیم روزهای مناسبتی کدام روز هست. روزهای مناسبتی امور روزهایی را میگن که در تقویم ملی هر کشور نظر به دلایل اعتقادی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی اون روزها شناسایی شده و مردم به جشن و تجلیل میپردازن. مثلا 28 اسد روز استقلال و همچنان برخی از موارد که از شخصیت های ملی روز وفاتشان هم به عنوان یکی از روزهای ملی یا روز که جشن دو گرفته میشه تجلیل میشه. ما در قدم اول میخواییم که پیش رو داریم 18 سنبله را، سال روز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود. در این رابطه میخواییم بیشتر گپ بزنیم. اولا باید در رابطه به شخصیت خود احمد شاه مسعود یک چند کلمه بگوییم که واضح شد. وقتی که ما احمد شاه مسعود میگیم، مرده ایشان یا امو جنازه ایشان با شکوه تر از زنده یک تعداد از رهبرای جهان و افغانستان خواهد بود. و در زمین وقتی که با کوپایه های اندوکش مرقد احمد شاه مسعود را میبینیم، یک نوع اقتدار در فکر ما تداعی میشه. پس میگیم که احمد شاه مسعود یکی از استثنایی ترین رهبرای افغانستان بوده. ای که اینقدر مرد بزرگ میسازه، ای است که در راستای اهدافش خالصانه و مخلصانه و دلسوزانه امی اهداف خود را پیگیری کرده و در امی راستا خود را قربان کرده. احمد شاه مسعود یعنی نظم، یعنی رفاه عامه، یعنی تعلیم و تربیت، یعنی فرهنگ و تاریخ. احمد شاه مسعود یکی از بهترین رهبرای جهان ما میتونیم برش لقب بگذاریم. احمد شاه مسعود یک شخصیت چند بودی داشته، البته یک بودی نبوده که شناختش در یک برنامه و دو برنامه و وقت کمی که ما شما داریم خیلی مشکل است. میخوایم در رابطه به سه خصوصیتش کوتاه اشاره کنم. اولش دوبوخ عسکریشان بود، یک عسکر بسیار قوی و یک عسکر خیلی دانا بودند. یعنی اگر ما، اما متاسفانه رهروایش کسایی که راه حضور ادامه میداد کدام کار علمی در این راستا نکرده، اگر ما بیایم نبوغ عسکری احمد شاه مسعود را به شکل علمیش بحث کنیم، این میتونه خودش یک راهگشای در بحث نظامی باشه. دیگه این که دوم قرائتش خیلی از دومین ویژگی احمد شاه مسعود قرائت خیلی مفیدشان از دین بود، یعنی از دین بسیار قرائت مفید داشت. امروز ما شما انتحار انفجار و اینها را که میبینیم در قرائت احمد شاه مسعود از دین، این مسئله دیگه تمام است، یعنی این مسئله وجود نداره. حال وقت برنامه کوتاست که ما در مورد قرائتشان بگویم. و بحث سومش این که بود که احمد شاه مسعود در رابطه با تحقق عدالت اجتماعی خیلی کوشیدن و همچنان جان خود را در میراستا قربان کردن. به می اساس از رهبران را ماکس وبر به سه دسته تقسیم میکنه، یکی رهبرای اعتقادی، یکی رهبرای تقنینی و یکی رهبرای کاریزماتیک. احمد شاه مسعود یکی از رهبرای نمونه بارز رهبرای کاریزماتیک یا رهبری که در حین بحران یک کشور زمام حکومت را بر رأس میگیره از همو بوده. و در رابطه با تجلیل روزهای مناسبتی باید که موضوع اصلی برنامه ماست، باید تجلیل از روزهای مناسبتی بر نخوره به منافع اولیای کشور و اشخاص. منافع اولیا چی است؟ عزت، آبرو، حیثیت، مال و امنیت عمومی بر هم نخوره. ما باید وقتی که احمد شاه مسعود میگیم نظم است، ما باید نه به خاطر احمد شاه مسعود نظم جامعه را بر هم بزنیم. شما ببینید این جامعه خیلی مشکلات زیاد داره. ما بیایم یک مشکل زدایی کنیم، چرا یک مشکل دیگر را افزود کنیم؟ ما میتونیم این را به شکل های مسالمت آمیز تجلیل کنیم. و در ضمن ماهیت عمل بفهمیم احمد شاه مسعود کی بود. اول درباره شخصیتش بفهمیم که او چی میگفت، بعدش ما اون روز قسمی که سزاوار شخصیت اون است تجلیل کنیم. دیگه بحث دیگرش ای است که نباید کارهایی را انجام بدیم که مخل نظم عمومی و امنیت عامه باشه.
مردم ما شما خیلی مشکلات داره و هر روز ما شما منتظر واقعی عجیبه در کشور خود هستیم، به لحاظ وضعیت بد امنیتی و مشکلاتی که در کشور وجود داره. ما باید یک سنگ اصلاحی نیک را در راستا بگذاریم، نه اینکه یک مشکل در مشکل مردم اضافه بسازیم. دقیقا صحبت ها و نکات خیلی خوب را شما اشاره کردین. اگر اما بفرمایید، اگر موافق باشین در رابطه با مشعلداران که در رابطه با مشعلداران براتون بیان کنیم. ما پارسال چندین جوان دانشگاهی در حدود 75 نفر جمع شدیم، یک جلسات تای جلساتی که داشتیم و اینمی فرهنگ را بنا نهادیم. یعنی ما پارسال در بانک مرکزی خون در حدود 85000 سیسی خون جمع آوری کردیم و او را به اشخاص به نظامیان کشور که زخمی شده بودند و به اشخاص مستحق کمک کردیم. این خودش میشد، چون این یک فلسفه داره، شهادت خودش یک ارزش است. ما شهادت را میتونیم با یک ارزش دیگه که خون در وجود ماست تجلیل کنیم یا پاسداری کنیم. بنابراین تیم مشعلداران اجرای سنبله امسال هم متحد است که نمی کار خود را انجام میده. از جوانان عزیز خواهش مندیم تا اینکه براین به سرک و کوچه و بازار باعث مخلل نظم و امنیت جامعه شوند، بیاین به کاروان ما بپیوندن و در حقیقت یک کار انسانی و اخلاقی را انجام بدن. بسیار خوب. این یک سال مدت یک سال میشه که شما برنامه را گرفتین؟ بله، این مدت برنامه ما یک سال است. ما یک سال است که دمی راستا کار کنیم. امسال که بخیر و بخوبی این کمپاین رو خود را انجام بدیم، سال دومش میشه و ما متحد هستیم که در آینده نیست نصحت های خوبتر و حرکات خوبتری داشته باشیم در این راستا تا بتانیم امی بحث را اصلاح کنیم، که خیلی مردم واقعا نگرانی پیدا میشه. از روزی که اول سنبله میشه مردم در دوچار ترس و دلهوره هستن تا یک اجرای سنبله سپری میشه. خب با تفاوت از سال گذشته، امسال شما چقدر تونستین که جوانا با شما یک جا شون بپیوندن و بتونین یک برنامه خیلی خوب و باشکوهی را داشته باشین؟ سال پار هم همچنان ما سال پار از برادرای پشتون خود، برادرای تاجک، برادرای هزاری، ما از تمام اقوام افغانستان در کنار خود داشتیم. چند روز پیش بسیار شاهد یکی از کارهای نیک بودم که در مسنجر شخصی من یک کسی پیام کرد از قندهار است و ما تازه رستم از قندهار بیم و به خاطر امیر سالت خون اهدا کنم. ببینین این ارزش کارهای اصلاحی را در جامعه نشان میده. هرگاه کار اصلاحی در جامعه صورت بگیره، انسانهای دارای ضمیر روشن و وجدانهای پاک روشن همیشه از حرکات اصلاحی در جامعه حمایت میکنن و طرفدارش هستن. بله واقعا. خب آقای نادری، واقعا که خیلی مهم است ترس در دل مردم که از اول سنبوله تا آشدی سنبوله می باشد. دلیلش هم این بوده میتونه که بعض سر و صداهایی که حالا اگر ما ببینیم بدون روزهای مناسبتی کابل خیلی آرام است. هیچ اصلا سر صدای وجود نداره. هر آنقدر که سر صدا زیاد میشه، چون مردم ما دردیده و رنجیده هستن، هر لحظه در ترس هستن. خدای نخواسته کدام گپی نشه. بارزمند هستم که این بار هم تجلیل کنین، اما خیلی با آرامی و بالاخره کارهای خوب را انجام بدین. خودتان راحت باشین. ممنون از شما خانم نادری از اینکه تشریف آوردین. ان شاء الله برنامه‌ای که دارین خیلی موفقانه انجام بیاد. سلامت باشین. میخوایم یک کلمه بگویم. خداوند ارمان‌های او شهیدی را که 23 سال نخواب داشت نه راحت برآورده بسازد. کو احمد چای مسعود است. بخیر باشه. سلام. ممنون از شما. سپاس از هر یک شما خوبان عزیزانی که تا ایدم ما را همراه بودین و تنها نگذاشتین و همچنان برنامه را واگذار میکنین با همکار خیلی خوب و ما آقای بشیر سیرت که ایشان مسئول بخش اسلامی رادیو تلویزیون خورشید هستن و بخش آیت عشق تقدیمتان میکنن. تا سلام فرصت دوباره علی یار مددگار تمامی شما خوبان عزیزان و یک جمعه خیلی خوب و همتون آرزو دارم. بله و شما دوستان را به خداوند پاک میسپاریم. جمعه خوب و رخصتی خوب در پیش رو داشته باشین. الله یارا مددگارتان.